عیسی بدو گفت: جرعه آب به من بنوشان، زیرا شاگردانش به جهت خریدن خوراک به شهر رفته بودند. زن سامری بدو گفت: چگونه تو که یهود هستی از من آب می‌خواهی و حال آنکه زن سامری می‌باشم؟ زیرا که یهود با سامریان معاشرت ندارند. عیسی در جواب او گفت: اگر بخشش خدا را می دانستی و کیست که به تو می گوید آب به من بده، هر آینه تو از او خواهش می کردی و به تو آب زنده عطا می کرد. زن بدو گفت: ای آقا، دلو نداری و چاه عمیق است، پس از کجا آب زنده داری؟ آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتر هستی که چاه را به ما داد و خود و پسران و مواشی او از آن می آشامیدند؟ عیسی در جواب او گفت: هر که از این آب بنوشد باز تشنه گردد، لیکن کسی که از آبی که من به او می دهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد، بلکه آن آبی که به او می دهم در او چشمه آبی گردد که تا حیات جاودانی می جوشد. سلام دوستان عزیز، یوش هستم. مشکرم باز این فرصتی که به من دادید که امروز هم با شما باشم، یه مقدار در مورد کلام خدا صحبت بکنیم. داستانی رو که برای شما خوندم از زندگی مسیح که با این زن سامری صحبت کرده به ما درسایی میده. ما میخوایم از چند نکته به این نگاه بکنیم. یکی این که خداوند عیسی مسیح میخواد به ما نشون بده همونطور که ما جسم داریم، روح داریم، همونطور که جسم ما نیازهایی داره، روح ما هم نیازهایی داره، و میخواد اشاره بکنه که فراموش نکنید نیازهای روحو، فراموش نکنید، چون اون هم باید تشنگیش برطرف بشه. مسئله تشنگی روح مسئله آب نیست، مسئله کارهایی هستش که ما انجام میدیم خیلی وقتا ناخودآگاه، برای اینکه اون تشنگی که در ما وجود داره بتونیم اون تشنگی رو از بین ببریم. این زن 5 تا شوهر داشتش، 5 تا شوهر، و این مردی که الان باید زندگی میکنه شماره 6 شوهرش نیستش، و این نشون میده که این زن احتیاج به آب داره. مسیح میاد از این آب میخواد و به زن اشاره میکنه، میگه چاه عمیقه، تو هم چیزی نداری، چجوری تو میخوای به من آب جاودانی، آب حیات بدی؟ بعد مسیح اشاره میکنه به گذشته این، که اون گذشته اینو میاره بیرون که ببینه که این چجوری هستش، چجوری بودش. زن آگاه میشه که هیچ کس از این زندگی من خبر نداشت به این صورت. چرا؟ چون این سامری نیستش. مسیح که مرد هستش، یهود، با زن صحبت میکنه. این نمبر وان چیزیه که داره اون قراردادهای جامعه رو از اونجا داره میشکنه، چون معمولا مرد نباید با زن غریبه یا زن غریبه نباید با مرد غریبه صحبت بکنه. شماره 1. شماره 2، زن سامری هستش. در یهودیت طبقه بندی های مختلفی وجود داره. یهودیت برای خودش یه طبقه خیلی بالایی در نظر میگیره و بعد دیگران رو پایین تر میذاره. در یهودیت سامری ها طبقه پایین بودن و یهودی ها با سامری ها زیاد رابطه ای نداشتن، اونها رو اصلا جز طبقات خوب در نظر نداشتن. مسیح اون قانون هم میشکنه. مسیح داره میگه که برای من مسئله طبقات، جامعه های مختلف طبقاتی وجود نداره، همه یک هستن، و برای من چیزی وجود نداره که بگم من سامری رو بگم کمتر از یهود قبول دارم. داره این کاره میکنه. مسیح میخواد به ما درسایی بده. شماره اول اینه که ما بدونیم که خداوند به نیازهای روحانی ما اهمیت میده. وقتی که مسیح میگه من به تو آب حیات میدم و اون آب میگه در تو چشمه آبی خواهد بود. شما اگه یکمی آیه رو باب تا آخر بخونید میبینید که این میگه در شما چشمه آب حیات خواهد بود که
بیرون میاد، از شما این آب حیات بیرون میاد. وقتی که این داستان کمی ادامه بدیم و بریم جلوتر، میبینیم که این زن انقدر خوشحال میشه، انقدر تحت تاثیر قرار میگیره که با خوشحالی میره تو شهر، میگه ببینید من بهشم گفتم که یه مسیحا کریستوسی داره میاد و اون گفت من هستم، ببینید اون اومده، بیایید. و مردم رو دعوت میکنه که بیان پیش مسیح. نه فقط خودش اون تشنگی روحانیش برطرف میشه، بلکه میشه یه چشمه آب که دیگران رو داره دعوت میکنه که بیایید و ببینید که اینجا این شخص این زندگی منو گفت و گفت که من عیسی هستم، من کریستوس هستم. ببینید ما مسیح وقتی که میگه من به شما این آب حیاتو میدم، عزیزان من، وقتی که شما قلبتون رو به مسیح میسپارید، وقتی که زندگیتون رو به مسیح میدید، اون شادیه که به شما میده، اون آرامشی رو که به شما میده، شما نمیتونید در خودتون نگه دارید. من مطمئنم عزیزان، وقتی که ما قلبمون رو به مسیح میدیم، وقتی که ما زندگیمون رو به مسیح میدیم، مسیح به ما یه قدرت جدیدی میده که ما بتونیم برای او خدمت بکنیم، که ما بتونیم دیگران هم بیاریم به مسیح و بتونیم با شراکت اون تستمونی یا شهادتی رو که داریم با دیگران به دیگران بگیم که مسیح نجاته، مسیح آرامشه، مسیح آب حیاته. مسیح گفت من آب حیات هستم. امروز سوال من از شما اینه که برادر عزیزم، خواهر عزیزم، تشنگی روحانی شما چی هستش؟ سعی نکنید تشنگیتون رو کاور بکنید یا اگنور بکنید، بگید نه وجود نداره. شاید خیلی ها به مواد مخدر، به کارهای دیگه، به قمار، به تلویزیون، به این به اون پناه ببرن که بتونن اون تشنگی روحانیشون رو پر بکنن. من نمیگم که چه چیزی خوبه چه چیز بده، نه اصلا نمیگم. من میگم خودت برادر عزیزم، خواهر عزیزم، قلب خودتو تفتیش بکن، اجازه بده خداوند با تو صحبت بکنه که بدونید اون تشنگی روحانی تو چیه. اگر اون تشنگی رو میبینی، مسیح گفت من آب حیات هستم. از او بخواید که در زندگی شما باشه، از او بخواید که با شما باشه و به شما اون آب حیات رو بده. و به شما قول میدم اگر اون آب حیات شما مزه کرده باشید، اگر اون آب حیات شما چشیده باشید، نمیتونید اونو در خودتون نگه دارید، امکان نداره. میرید به دیگران میگید، میرید به فامیلتون میگید، به دوستتون میگید، به همکارتون، همکلاسیتون، به همه اینا رو میگید که عیسی مسیح شادی منه، عیسی مسیح نجات منه. میخوام به این چیز فکر بکنیم، ببینیم که آیا تشنگی وجود داره در ما؟ اگر وجود داره، کلام خدا میگه که عیسی مسیح میگه من آب حیات هستم. و مطمئن باشید عیسی مسیح حرفش آمین هستش و میگه من آب حیات هستم. امشب، امروز، هر جایی که هستید، در قلب خودتون با اون صحبت بکنید و بگید مسیح جان، من میخوام از اون آب به من بدی. مثل اون زن که از اون آب نوشید و قلبش پر از شادی شد، مطمئن باشید قلب شما هم پر از شادی میشه. خداوند برکتتون بده. با ما باشید.